السلام علیکم، خوب هستن؟ بخیر جان شما، جور است؟ بخیر باشن. ها دیگه پرواز است، یک سه ساعت بعد دیگه پرواز است. او یک توفه، یک بایکک از مست نمیخورد، بایک از مست، یک سه بایک سوغاتی ها شده. این چه رقم ببریم؟ پیسه ولی از کجا میشه پیسه؟ ها بچه همه مامد، خدا فرد. سلام بچه ماما، جانک جور، طبعتت خوب، طرفت خیرتی. بیشی 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 بخیر، برفتا نیستی دیگه؟ خبر شده که رفتا نیستی؟ دیگه بخیر، پرواز دیگه همه کم ما و گرنگ شما نشه؟ بخیر باشه دیگه. یک توفه که کوچک برات آوردیم. توفه؟ با ما یا ما ببرم؟ با بیگ میبریشه دیگه باز. میبریشه. یا میکورتی را؟ چرا قگرنگ است؟ یک کورتی ساده است؟ یک کورتی از در بازودار است. ایش بلند نمیشه یه؟ نی بلند میشه. تو باش باش ببرد چی کنم؟ دیگه چیزی نیست، دیگه چیزی نیست. فقط اینه نمیجیش یه در اگه چای چی هست؟ مرچ هست، مرچ سرخ است. میبری؟ به یک کسی توپه گفتیم. دیگه اینه دیگه جیبه کشه در زرچوبه است که در نخوت نخوت خامی وطنی. اینه میره میبری؟ دیگه چیز نیست، دیگه چیز گفتم باش بزامد نشی، بیاده سلا را بلا نکنم. دیگه نگویی که چی هست، مرا تیاره واری بار کردین لاری واری. تیاره واره بار کردی؟ چقدر گرنگ است. اینه یک بایکی جا جور کردیم بایک. اینی توفه است، اینی هم توفه است. اینی توفه است. دیگه اینه دهی جیه بشه از درگه یک چای سبز است. میبینی؟ کتی مرتبان. کتی مرتبان. خود دیگه بازم تو یک سبک معلوم میشه. دیگه اینه دیگه بسیار خیر ببینی. اقه گرنگ اما کجا برده میتونم؟ گرنگ نیست. اینه دهی جیه بشه یک چای سیاه. دیگه مرتبان. دیگه مرتبان، چای سیاه. دیگه اینه میره که گرفتی بخیر اول سلام اونو خودت میفهمیم باد از او کلام، باد از او سوغاتی. اینه میره دیگه از خیر دستشار بردن براک، بردن براک بلاک جی والا جی پر پا جی پر پار جی پر پار با شوار خالد تسلیم کنی دیگه. بسیار زیاد تشکر واقعا. ما راستی نخواستم که باز آمد چوی چی را کادم یک درخت هم در شنگ دیگهش میماندی اگر درخت کار میده. من گفتم درخت چی شود نشه که باز پرسان کنه که میوی از این کجاست قطی میویش میماندی. خیر باش، باز می بخیر، باز می دیگه. خدا تو را زنده داشته باشه. بسیار یعنی اینه مقا کسایی که از خارج میاین برابر تو صبر و تحمل و حوصله نداره. با تو باور که دیگه سو استفاده کنی. اینه اینه میره به خیلی عادت نره دیگه. نمیره یادم مسئله خیشیست، مسئله دوستیست. به خاطر که اندیوال است قبولش میکنم دیگه. اندیوال چی؟ بچه مامایم هستی؟ چطور کنی؟ من بچه مامایم هم اندیوالی. باش باش که مزنگ بخیر شد دیگه. بخیر شد، بخیر برسی، بخیر بدون خطر برسی. نه سبو کسی، سبو کسی. از این بایکای ما کده کرتی تو گرنگ است. نه یک کرتی یک کسی، یک کرتی یک کسی. تو بگی یک کم در بزرگ بالا میشه. خیر یک کم کمک شوی رو بالا کنه. خیر باشه، خیر باشه. این طرفم گرنگ نیست، این طرفم. نه اینال ترازید برابر شد. یک بغلا شده. نه نه اینال ترازید برابر شد، بیخی برابر. برو مامی تو بیا یک جیب. نه مفته بیا یک جیب. اگه افتاد ما کمش بی. لارسای سلام. تشکر. سلام شاگردای عزیز، بفرمایید. سلام شاگردای عزیز، نشوین مریض، اول آجدیتان رو میگیرم. درست خوب هسته، بخیر هسته؟ بخیر باشید. خطاو ولد سراو نامده. پنجشنبه سبروز جنبوره ولد دنبوره نامده. نامده؟ نه پنجشنبه است کس نامده. دلشاد ولد ناشاد نامده. او خوب که نامده. اگر این صرف ماده تاستیم. تیزک ولد بمبیرک حاضر 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 حاضر. نازو ولد پیزو حاضر. ناشکر ولد دلشکر نامده. ناشکر ولد دلشکر نامده. استاد ما فکر میکنم ما که وضعیت صنف هم میبینیم، چاکی های خالی رو میبینیم. بله استاد. روز پنجشنبه است گفته 25 نفر از شاگردان آمده. چرا؟ استاد پنجشنبه است دیگه، خودت میفهمی که پنجشنبه است دیگه، سبایش هم جمعه است و بعضی کسی نمیاد دیگه.
چی؟ یعنی شما فکر میکنین که روز پنجشنبه روز درس نیست؟ آه استاد، خود یک مسئله گپ است. روز درس خواندن نیست. آه استاد، خود یک مسئله گپ است. کمی صبح رخصتی است، نه جمعه. پنجشنبهام بیادر جمعه گفتم میشه. اردوی نه جمعه رخصتی. اردوش پولو ده پولوس. اردوش پولو ده پولوس، فرق نداره. جای تعجب است. جای تاسف است. کجا؟ که روز پنجشنبه شما درس میخونید، کتاب نمیخونید، کتاب آوردین؟ استاد نال از لحاظ روانشناسی یعنی همی آدم نمیتونه در روز پنجشنبه درست فکر کنه. چون کل فکر آدم طرف روز جمعه است، طرف رخصتی است. سلامتی شاگردان مهم است. اگر فکرش گدوت شد خود دیگه. استاد خودت میفهم. سلامتی شاگردان مهم است؟ استاد گپ اولیت سلامتی شاگردان. بسیار خوب. شما کتاب بکس آوردیم بکس مکتب؟ نه کتاب آوردیم یک اما قامدیم نازو بکس مکتبت کجا؟ پنج شبه قدر کس خود از آمد؟ استاد اگر امروز تو رخصت میتی نه سباب پر نرچی شبه اگر ما پر نرچی هم پنج شبه را جبران نکدم برای هرچی که گفتیم اولار سایی جه استاد شو اولار سایی استاد جان آلم یک سوال ازت میکرم استاد خیر هم امروز رخصت بده شما هم برین خانه تان قرار را کده خواه کنین همیان یک فرصت از برتان برستاد نه خیر استاد امروز ما هم رخصت بدین هیچ کس نو آمده یک دو نفر ما عزیزتیم خیر ما هم خیر باشه حالا که شما آمدین ذهنایتان را متمرکز کنین که درس روز پنجشنبه را شروع کنیم بیاز کس نو آمده است خیر از استاد برو رخصت بدین استاد برو یک دقیقه بیا پس همون تو بیا پس همون تو بیا پس همون تو بیا بیا ساچ ساچ تو بخیر جت تو مجد بخیر بخیر جت بخیر اینجا ساچ استاد آقای ساچ خوب گوش کنید گوشای تان باز کنین فهمیدی چشمای تان چشمای تان به ما بدوزین که ما چی میگم بدو که بدو من بعد این طرف ساچ استاد شو درست است. روز شنبه آمادگی میگیریم. شنبه را امروز را نمیمانی استاد. اما با یک شرط. استاد امروز را که نمیمانی شنبه را خیر رخصت بده. آلو 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 ای استاد. نه خیر رخصت. من بعد بیشتر چی میگم میفهمی میفهمی من بعد هر روز شنبه است. بگو. هر روز شنبه است. هر روزی که میایم با جز از جمعه روز درس خواندن است بگو هر روز که میایم به غیر جمعه کل روز درس خواندن است برین در جایتان بشینید برین خیرم روز در افتاد شنبه رو رخصت نکنیم برین بشین در جایتان همم روز در افتاد بشین در جایتان شنبه گل شنبه اینو اینو بخیر اینو بخیر یک گلاس چای بخور خوابت بپره بخ قصاص رو خوابت نمیبره خانه خراب نو فهمیدی خواب دیده بودی که دادان ما یک دل کی زنگ است از کی است زنگ است زنگ است زنگ است اوه یک نمره خوری جوانی صبح نمره خوری جوانی جواب بده تو جواب کیون گفتره کیون گفتره بله 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 جایزه است؟ جایزه؟ خو چی کنم من؟ پیسه روان کنم؟ چند؟ یک پیسه؟ صحیح من روان میکنم عاجل کدم این فقط چند دقیقه بعد یک دقیقه صبر کن این باش مکو آقای همی رقم هستی میخوای که جیبت خالی کنه نکو بچه‌م جایزه هست نه بچه از این برای مام زنگ زده بود که پیسه روان کن با جایزه برد برام آمده حتما راست هست یک لحظه راست هست خانه خانه با اقلا که چیشته بود بی اقلا صبر هست یک لحظه آقا که این رقم جایزه چرا با ما نمیایم این رقم جایزه با ما صبر کن کلان آدم از خیبر دی نبر تو بیا بله یک پنج ست برای ما دمی نمره ما دمی نمره روان کو دفتن کار است تیز وقت از آیی نکو دیگه کار تبان گمش که تو اول بر ما پیسه رو نکو نکو که پیسه های تا میخوره پیسه های تا میخوره جایزه راستیست آمد آقا روان نکو که پیسه های تا میخوره نی برای تو تیمینوکت یعنی تیمینوکت تیمینوکت برای ما کدت میریم خواه تیبر تیمینو کده نکده تیمینو کده بنا شده نه چند تیمینو کد بله بله برشاون که برشاون نه یک لازه آقا نکنی روان چه شمولش روان نکنی
500 500 آه 500 جایزه ته خانم خراب روان شد روان شد جایزه رو چیکو چی وقت آقا روان نکن آقا برای وقت روان کردم بچه جایزه رو چی وقت بیم بله بله اتکا قتشون مرتو میگه نمیتا جواب جایزه راف جایزه خانم خراب خب خب خدا گرفته راف آقا جان جایزه را به کسی میده که عقلانه کار کنه نه که کردیت روان کنه خلاص شد رفت 500 تا خلاص بگی جایزه جایزه دیده جایزه را شما تنبل هستین ما نگفت جایزه چی است یه بار چیز نگفت نه چیزی نگفت آدرس هم نداد نه و تو فکر میگه فهمیدیم فکر میگه پیدا میشه خودش آه برو پیداش کن بخیر ما پیداش میکنیم برو پیداش کن فال بینم فال میبینم فال و احوال میبینم خوب را بد میسازم بد را خوب میسازم مشتری ها بیایید دیگه وقت ضایع نکنی جادوگر بیادر سلام خوب هستی جان جور است بخیرت خوب باش که من شبلق های ما بکشم چطور هستی بیادر یک دقیقه یک دقیقه این حالا گپتا بگو نه ترسان مرا نه ترسان چون تو تشویش کدی نه ترسان که من یکم مشکل دارم ای دل بی جان بگو چی مشکل داری چرا که این مشکل تو را اینجا کشانده چی مشکل داری که من با اسرارت من چشمایی که میکشی گردان در بینیم من یکم میترسان در بینیت بسیار خوب است خوب است در زمین نمفته گوش خوب است در زمین نمفته بگو گپتا بگو جادوگر بیادر مشکل ما یکی است در یک مجلس یا که یک دوستیم یک مشکل خدا میگم یک شکایت خدا میکنم قضاوت نکده حلق برما جواب بده بس من فهمیدم فهمیدم من نرو باش پیش ما ردش هست خب بگو پیش ما جور کردنش هست رای حلش هست پیش ما خب بگو چطور کنم که این مردم اول قضاوت کنه بعد از که ما گپ بزنه بعد از ما ملامت کنه یک لحظه باش که ما از رمل نمیبینم از کتاب میبینم ما برای تاویز میتونم که مثل سپر کار میکنه کسی که قضاوتت کنه میفهمی؟ زبانش قلف میشه زبانش لال میگرده ما تاویز برای تیار میکنم که بیخی یک تاز خب ما تاویز برات میتونم ما تایی تاویز خب. تاویز قلفه با زبان بسیار مصرف زیاد داره چقدر پیسه داری بکش خطول امی دلیلش خب بگو نه دلیلش چی میکنی؟ بگه نه ما؟ نه خب بگه نه چیزی که پیسه داری کلش بده نه کلش هستو بگه نه نه تو کلش شوف ما تاویزه برات میتونم این تاویزه یک پشت سرخ کن یک پشت سرخ کن منتا شرطش هست که تو خودت نباید قضاوت بکنی اگه قضاوت کردی قضاوت میدم زبان خودت میگیره زبان خودت هم میگیره زبان خودت هم قلال میگردانه متوجه باشی این تاویز بسیار تاویز مقاوم است تاویز بسیار قوی است بگی ناخونهای تان نگیرسه بگی دانه من چیر کردی خب پایین بگی پس بیشت خطا نخوره محکم بگی بخدگه او بدر حال توب خیلی قضاوت نکده وقت نتیجه گرفتی پیسه ما گرفتی او بدره بخه گپ نزن که باز تاوی سر چپه کار میکنه ما کجا برو مال توب قضاوت نکده پیسه ما گرفتی نمیفهمی آره این دفعه بدون چی کردی تو ما گپ نمیفهمی بخیزم بجانت تاوی سر چپه کنم دیگه بدر قن بی نهایت خوش شدیم بی اندازه که عروسی کردی یک زندگی نو شروع کردی برات هم تبریک باشه هم مبارک مگم بسیار ببخشی
که اردو ما دو نفر دمی عروسید نبودیم. خیلی جای افسوس کردیم. افسوس بود و افسوس رو کردیم. دیگه بیادر یک ذره پیشونی ده باز کو. بسیار. آیا جگر خون یا خود سر ما میسازی؟ نه ولی دیگه کندل جان از عروسی که کردیم بسیار پشیمان است. چرا؟ پشیمان است. چرا؟ سر تا بالا بگی صحیح گپ بزن حالا چرا؟ پیش از عروسی خو فهمیدی؟ پیش از عروسی خو کوکای کوبار یا بتا بسیار استوار و بسیار خنددار بودی؟ چطور که دفتن تغییر کردی؟ بالای چیکسته؟ والا دیگه پشیمان هستم از همه عروسی. من فکر میکنم که یک چیز بسیار سنگین سر شانایم قرار داره. والا دیگه بازم کمدل جان پشیمان هستم. نه اشتباه، یک اشتباهی کلان گوش کو. انو دو روز از عروسی تیر نشده، اینی مای اصل دست مگم تره که میبینم که دی زنبورای غم روز تا تیر کده رایستی. بچه، آل عروسی کردن خب مثل از این نیست که تو داخل یک باغ پر از گل شوی، از او طرف پس براحتی برای زندگی خود جنجال و مشکلات خود داره. بخی ساعتت خوشتر که یک چند دقیقه پارک برو، قدم بزن، یک آن چیز بخو، دیدر یک جگرخون نباش دیگه، کار خوب نیست. بیا بریم، میریم آشکریم خوردن. آه برای آشکریم خوردن بخو. آشکریم که هستی، همه فکر آرام میسازن. میبره در دوران طفولیت. اول هر را ترس خودم داره، سختی خودم داره. ولی را بفهم که زندگی با میل و دل خواست انسان هیچ وقت پیش نمیره. یکونه رایش نمیست که توکل تا به خدا کنی و صبر کنی. اینمی ترسای را که تو داری مثل صدای زاغ در جنگل میبانمت نیست؟ آستا گم میشه. نگفتی که بیادر آرسی که کدی کدام جنجال است از بسیار زیر گرفته؟ دلیلش چیه؟ دلیل که تو جگر خوره. من بسیار زود تصمیم گرفتم. اگر سن سال بخورد بود زود تصمیم گرفتم ازدواج کردم. این از ازدواج پشیمان است و می زندگی چقدر جنجال های دیگه دارد. این خود نمیشه دیگه. سعی کنگه آل آرسی کردی خلاص شد فهمیدی؟ حال فکر تا بگی مثل ازی که دیگه پیاده روان استی یک موانه در سر رایت است. تو باید اون موانه رو بسو کنی و برای دیگه بیتی دیگه. باید کار کنم، زحمت بکشم، پیسه نان پیدا کنم. این بسید تصمیم گرفته. سعی که بچه شیه گفت بزنمه. ما خودت رفیق بودیم که گفت برای ما زدیم. اگه مشکل باشی دیگه نگویی. با پدرت نگویی. پدر خیلی بقیه وظیفه داره که تره صاحب زن بسازه. بازی تو خانه است که پدر هم تو را بایسار عروسی ده بکنه، هم بر تو خانه بته و هم نان تو هم بته. دیگه حال تو خود گلدشت نیستی که زدارت نال بته. با خودت هم زحمت بکشی. زندگی و جنجاله و تکلیفات و مشکلات خود خود داره دیگه. شاید گپای شما راز باشه. مگم یه سکو یک گپ میزنم تا هر وقت که بار غم سرت آمد از جایت بلند شو. بلند شو از جایت. بلند شو. برانش شما تو کرتی تا بپوش. کرتی تا بپوش. خندکو. هموطنان عزیز و دوست داشتنی سلام. یک بار دیگه تشکری میکنیم از همکاری و از زحمتتان که در قسمت ثبت برنامه ما با ما دارین. دوستای عزیز، موضوع آب و خاک امشب ما یک گپ بسیار جدی و در عین حال خیلی خنده‌دارم است. نگفتین چی گپ است، چی موضوع است که چند شب پیش من خودم در یکی از محفلای عروسی بودم و در جریان قرار گرفتم. گپ از این قرار است که هم شو بی قرار است، هم خسر بی قرار است، هم خسر برا. نگفتین چه رقم؟ یک عروسی دار، یک توی دار مثلا دوستای خود خبر میکنه به تعداد 400 نفر لایق توان و جیب خود. اما متاسفانه وقتی که بیادر میزا جور میشه و نان توزیع میشه، در اخیر محفل که محاسبه میشه 500 نفر دیگه اضافه است. این برکت در روز غم، در روز مشکلات دو تا اضافه نمیشه، اما در عروسی 400 نفر اضافه میشه. ایران میمونی. ما خیر نه، ما راستی به ما غرض نیست. ما میگم آفرین تویدار، آفرین داماد بیچاره.
که دو شب اساس که باید فکرش آرام باشه، از امو شبه که خوشیش باید لذت ببره، اما متاسفانه که پلو خورا میره در خانش، اینمی غم و رنج و اضافه شدن چه میگه تعداد میمانا میمانه در فکر و در سر و در شانه داماد یا پدر داماد. در اخیر محفل یا داماد گروگان میمانه یا پدر داماد یا خسرو بره. دوستای عزیز سزگه تشکری قلمن، یخشی بلسست، ساق بلسست، تاسی پاپا کلاس فارو، علامو، ملشا. خب برادرای عزیز، مریضای عزیز، بفرمایین ما چه خدمت براتون کردم میتونم؟ تشکر دکتر سیب عزیز، به نظر من فکر میکنم از روش های جدید تداوی استفاده کنین، فکر میکنم روش های سابقه نتیجه نمیده. شما تکلیف خود بگوین. تکلیف من مهم نیست دکتر سیب، شما از روش های جدید استفاده کنین، بخاطر که ما شنیدیم که برای تداوی کل بودن اوی ببخشین موی رفتگی روش های بسیار خوب آمده در بازار و نتیجه بسیار درست هم داده. اگر شما استفاده کنین فکر میکنم نتیجه میده انشالله. من اصلا نفهمیدم که شما چی میگین. شما مریض هستین یا برای توضیح جامده؟ من فقط خواستم با کچما ایتو همدردی بکنم. ایشا کرمی کلایتون پاس کنین، یکمک بالا بکنین، یکمک بالا بکنین. خیر است یکمک بالا. نه ببخشین، به خاطر چی؟ آقا ایشا کرمی میخویم ببینم ما. خب مشکل نیست، ما با من دیده گفتم شو علی اینا. آه ما ایشا کر باور نکردم مگه وجود مشکل نیست، ما با مریضای خود همونطور که مریضای ما گپ خود گپ ما را میشنوه، ما گپ مریضای خود میشنیم. یعنی چی؟ من کلا خود اما پاس کردم. دکتر صاحب من کی وضعیت جوانی شما را میبینم، من دیدم بیخیال میون جگرخون شده. حالا به نظر من شما باید سر تکنولوژی های پیشرفته و مدرن و جدید سرمایه گذاری کنین. حالا خودتان میفهمین که چقدر وسایل پیشرفته آمده، چرا از دوست استفاده نمیکنین به خاطر کاشت موی؟ ما راستی گیج شدیم به گپای شما. نه چرا گیج شدیم؟ من اصلا نمیفهم که شما به خاطر گفتن تکلیف خود اینجا مراجعه کردین، به خاطر اینکه مریض هستین مراجعه کردین، یا کدام هدف دیگه دارین؟ نه هدف نداریم، فقط خواستیم که شما همدردی. خاطر از ما مشکل داریم، ولی من خودم که شما را دیدم امی مریض خودم بخی آدم رفت. مو شما حالا می تشویش سر کلتون بخی مرا گرفته. ببخشید ما ببینین، ما مویم به حد نیست که شما تشویش بکنیم موی رفتگی ما، به حد نیست که دکتر شما تشویش بکنیم. اینه که شما در فکر ما هستین، ما در فکر شما هستین. شما باید باشین، بنی آدم از آن یک دیگر هست. ولی پیشونی شما خیلی یک میدانی وسیع هست. ما را چی میکنیم؟ ما را ما خود درد و رنج روزگار شده. از ما عمر ما تشت شده تو خودت میگیم که جوان است. خب خب بسیار ببخشید، وقتی دیگه مریضار نگیرین. تشکر شما. مرسل غمتانه بخورین. امی بود گپتان. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بخشش باشه، خفه نشده باشید. نه خفه نشده. یک یادآوری، یک نظر، یک هم دیدی. فقط استفاده کنین ان شاء الله نتیجه میدیم تون. اینا روغن از به نام گل بابونه میشه که از اون استفاده کنین. امتحان شرط است. دمی اتاویا پیدا نشه. امتحان شرط است. واو چی مردمایی، چی فکرایی. مثلا نفهمیدو که اینا مریض بود یا عیاد بود یا. بیا نفر بعدی بفرمایین. سلام دکتر صاحب قند. خوب هستیم، بخیر. تو بیشتی که بخیر هستیم. ببخشید دیگه که پشت دروازه منتظر شدی. یک دو نفری بسیار عجیب پیش آمده بود. چرا؟ که من اصلا خواهم خدا بدم خدا گم کردم که یه با یه چی بگیم یک چیزا رو شدیدم که باور نکنی. خوش بگم بفرمایید. نه خدا گم نکن دکتر صاحب. شما بفرمایید بفرمایید. دکتر صاحب چاق نشدی دکتر صاحب؟ بله چاق شدی، یک کم وزن گرفتی دکتر صاحب. ولی این کارا را نکن، در خانه همیشه استراحت می باشی. شما از خود بگید شما مریض هستین؟ او مریض هستم گفتم، در خانه استراحت می باشید. شما وزن گرفتی دکتر صاحب. قربانت شما، شما نه ببخشید مریض هستین؟ ما مریض هستم خودم. خب از مریضی خود بگید. نه من یک چند توصیه به خودت دارم دکتر صاحب. ولی صبحانه شما با من توصیه داره؟ صبح که خیزی چاق شدی دکتر صاحب، صبح که خیزی یک ترمز او گربه که یخ نشده باشه بلند قروپ 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 وزن تکم کن، جیم نمیری دکتر صاحب. جناب قرب قرب بیشتر پیش از خودت یک دو نفر اینمی جا آمد مرا چیزایی گفت.
آره خودت به او گوش نکو، به او گوش نکو، از ما توصیه های ما را بگی جم نمیری دکتر. شما ببخشین شما شفاعتی ماینخانی روانی را تا ماینخانی داخله ایت اشتباه نگرفتید؟ نه نه من آمدم که یک چند توصیه با خودت بودم، چند روز پیش هم دیدم بسیار چاق شده بودی، وزن گرفته بودی دیگه. خدا لاغر بسیار زیاد شکر، من توصیه شما را گرفتم. خدا لاغر کو، هر چی زودتر میتونی جیم برو لاغر کو خدا. گرفتم گرفتم من توصیه. از این قدر بسیار چاق میشی دکتر صاحب. پیتاو، او پیتاو ببینید در دولیسی ببینید و سه چهار نفری که آمد اصلا گپ زدنن خدا نمیبون ما اینو اشتباه نکرده باشه دیگر دیگرش که نیست دیگه الالالا تو تیز که غلط کرده غلط کرده چه ماینخانه روانی رو تا داخله یا بخیالیم که غلط کرده یک چیزهایی شنیدیم این رو بیشی دیگه درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی با قصه پایخانی امشب ما خوش آمدین. قصه یا موضوع پایخانی امشب ما به ارتباط اولین روزهای تلویزیون است که در خانه ها آمد. چطور دوستا؟ بله دقیق است، دقیق دقیق. همین خردای ما با بزرگای ما قصه میکنه میگه در قدیمات تلویزیون فقط امو برنامه را نشان میداد. بله بله. قابلیت جذب انسان نداشت. نداشت. نه نه نه. و یک خوبی دیگه ای بود، یک خوبی دیگه ای داشت که همه انسان ها را در صندوق خود تو زندانی نمی کرد. قید نبودن. حالا که سعی میکنی یک نفر به سر تلویزیون سعی میکنه نه صدای پدره میشنوه، نه صدای مادره میشنوه، نه صدای خورده میشنوه، نه صدای کلونه. هیچ کس نه. که بگه چای تو بکنی؟ والا تلویزیون سعی میکنم. بگه تو نه زیاره؟ بیخی گپ دقیق است. گپ دقیق است. ما گپ تا تایید میکنم همی دیناروز واری آدم است. آها. ای که نو آمده بود آها ای را صندوق جادویی میگفت. صندوق جادویی میگفت. صندوق جادویی. یک تعداد ای را میگفت، میگفت که جادوگر است. با شکل یک صندوق تیار شده. بله. وقتی که چالانش کنی با دمابینش آدمکای چوچه چوچه دیدم بشه. و وقتی که تلویزیون چالان میکدی یک تعداد هم تو گرده و کده و چیخ زده از پیشش مگ ریختن دور میرفتن. میگفی خو جادوگر است. یک دفعه نشه که مارم کش کنه ما بین خود. به اینی خاطر و یه چیزه که کوتاه دیگر اضافه بکنم، مثلا میدی در که یک فیلم خلاص شد بچه فیلم مثلا بدماش کش بازم بود اصاب خراب بود که بی گلاس بگیرم دم بیزه فکر میکرد که بدماش بزنه یوانتی سر بگه تلویزیون باد باد شده دیگه. از بابا و وکلان من نواسه شوی همه خاله بوبوش قصه میکرد. میگفت در وقت در زمانهای قدیم کلگ جادوگر بوده. جادوگر کلگ جادوگر خود بوده. وقتی که تلویزیون میخریدن باز قوم خیش کلش خبر میکردن در خانه که میچیشتن امو نفر میرفت در پیش روی تلویزیون ماندگی در سویچ تلویزیون کمی جا میزنه یعنی همه جا چخ میکنید سویچ تلویزیون ها همی تو انتر منتر پنتر انتر منتر کمی تو پچخ میکرد پروک رب چالان میجد کل قوم خیلی دانه واز میمان کلش واز میمان کسی که تلویزیون داشت بسار قدر داشت خالی از کلگی میمان میره. بله بله میگفت تلویزیون داره. حتی دختر چی مردم دختر خود به میداد به بچه میگفت تلویزیون خریدن این بسیار معتبر هستن. بابا دیگه به اجازه شما بزرگوارا بابا کلار ما از دورانا قصه میکنه. دورانایی که نه تلویزیون آمده بود میگه تلویزیون های سابق بسیار غیرت داشت. غیرت گفت چطور؟ گفتن مثال ما در جریان تلویزیون دیدن هستیم که یک دفعه تصویر گل میشد. اصلا نمیداد. نبود. گفت نبود که از برادر بالا آنتن جور کنه و تنظیماتش جور کو. گفت که قفاق یاد نردیم فرق تلویزیون میزدی. پس تصویر پس میامد. تلویزیون اولاد دو رسونی چپ سایه نمیکرد. میخورد. میخورد. بازی تلویزیون های سابق بسیار گرنگ بود. حیا داشت. حیا داشت. تقریبا میگن یک تن دو تن وزن زیاد بود. دوست که داخل خانه میشد کل چیزا برده میتونه جز تلویزیون دیگه کل کدا میتونه گرنگ بود. داخل تلویزیون نفر بود. نفر بود. میگه نفر ها مبرو آمد دوزه پیش میگه دوزه سابق یک ویژگی دوزه میدوان این تلویزیون سابق یک ویژگی یک ویژگی دیگه هم داشت. نگفتن چی بسیار مستحکم بود. این تلویزیون سابق خراب میشد یه اون طرف نمنداختن این در کلاپ ها میبردن در اون زمزک جورش میکردن بوکس میزدن چرت و شام خراب نبود. دوستای عزیز تشکر که قصای ما کوچکوارا را گوش کردین. دیگه سلامت باشین تا هفته آینده که بازم در خدمت شما نازنینا قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپاریم. خدا حافظ. شما خدا حافظ. خدا حافظ و ناصر.
سلام بیندای نیمه مهربان و نیمه خندروی به میز چارکنج ما خوش آمدین. خدا کنه کموت تایت رایت باشین. جنگ و جدال سر مهریه تا که حساب نمان سر پدر مهدیه. اینجا دو مهمان ویژه داریم. دامات که تابالم دستش در جیبش نیست، پدر که ظاهرن قیمتهای سکر با نرخ امروز تبادله کرده. سلام بردویتان میمینیم. سلام. سلام. سلام بخودتان. اول از داماد شروع میکنیم. داماد شما چرا سر مهریه جنجال کردین؟ مهریه خب به خانمتان میرسه به عروس. ببین اتاق جان، صحیح است که مهریه حق عروس است. بله. من کدام مشکل ندارم. اها. ولی مشکل ما دیگه جای است. مشکل ما دایی است که پدر جان عروس نرخ مهریه را به دلار حساب کرده. چی؟ حالا من که پیسه از کجا کنم؟ به دلار؟ کشور افغانستان، واید پولی افغانی، رسم و رواج فرهنگم افغانی، گرد پیسه که میشه بازه یعنی دلار. چرا دلار؟ نظر شما چیز پدر آروز دیگه، پدر آروز این انصاف است که به دلار را ایره مقایسه کردین؟ بلیا نتاق جان، انصاف است، بیخی دقیق انصاف است. نه ای داماد باید بفهمه که ارزشای دوستی و محبت به نرخ امروزی محاسبه میشه. مهریه صرف یک عدد نیست، بلکه ارزشای مادی و معنوی عروس نشان میده. خب تو این حال فکر کن نتاق جان، ما مجبور هستم بانک قرضه بگیرم، باز مجبور هستم کل عمر خودم و افن از الباد ما کار کنن که پیسه قرض خلاص کنن. خیلی ما چی وقت زندگی کنم؟ اینه تو خودت بگو، این بدبختی نیست چی هست؟ حالا داما جان، پیش از اینکه در نکاح میرفتی یا کم تحقیق میکردی در باره از امی که این کارا میشه؟ اینطور است نتاق جان، امو سابقا میگفتن اول کندور پر از زن کو، بعد از او باز فکر زن کو. بله بله. ما از آگاهی داشتیم، در مورد از جوان گفتیم که داماد هنوز کار درست نداره، وظیفه درست نداره، آماده عروسی نیست. یا فکر میکردن که عروسی یک کار بسیار ساده و بسیط است. حالا تو که دلار مقایسه کنی، خب بیاد دیگه یک دلار. برادر جان دلار نه، افغانی. افغانی ها میان ندارن. افغانی نداری؟ دارم برادر. خب من چی فهمیدم که یوت پلان و برنامه دارن؟ اول افغانی بود پس دلار شد. اگه من میفهمیدم زارا میخوردم همین کارا را میکردم. حال از گپ خود میگرده. حال سوچو پوسکنده براتون بگویم. تا که پول مصرف نکنی عروسی کردن نمیتونی. عروسی کار ساده و بسیط نیست، هر کس نمیتونه عروسی کنه. تا که یک بوجی هم تو پیسه نداشته باشی. خب اونم تو گپ زدم. خب دوستای عزیز، وقت برنامه دیگه تمام است. ان شاء الله خدا سرتون بخیر آسان کنه دیگه، کمی عروسی گک شود که و ناامید ناامید سایه میره. قناعت بته نه؟ میره قناعت بته. ناامید گفتم اول کندور پر از زن کو، بعد از او باز فکر زن کو. بندای عزیز خداحافظ، وقت خوش، بخیر باشی. دلاو جان ها، اما قلمت میتی یک دو جمله سمیره نوشته کنم زود برات پاس میتم. قول باشه، قول هست که پس دوت بر قلم هم میرسانم. قلم مره قرض میگیری؟ آه نمو قلم دوست بوده اگه تا اگه بکرد چند مقصد نشه که دفعه دگه او رو باز قلم گم کنی. نه ده، این دفعه قول دادم برات، قول هست که پس قلم تا میرسانم. ما دو خط گفتی نه دو خط؟ دو جمله، آه دو جمله، دو جمله ده. زود که من خودم کار دارم اچ. اینا می دو خط نوشته کنم زود برات میتون پس قلم تا. خلاص کردی؟ ها؟ زود که بچه من خودم کار دارم نی؟ خوی یک دقیقه صبر کن. خلاص شد؟ تو یک دقیقه صبر کن میره. همی خط خنوشته کنم پس زود میتونم دیگه. خلالا دو خط گفتی دیگه ده دقیقه شد. ای ما رفتم تا بیرو پس زود نه. کجا میری؟ ای یه زود نه. خب قلم ما بطه. ای امین نوشته کنم مربوطه امون خط هست امین زود می آیم. زود بیایی دیگه. زود می آیم. ای نه ای. میگه دو خط نشته میکنم زود میتونم. ای نه زود آمدیم. یک دونه قلم بخواد یا خریده نمیتونم. آوردی قلم همه را؟ قلم هم؟ باش قلم نبوده بیشتر بردی نه؟ مرک من کار دارم نشونی میکنم درس ها را. یادم نیست شاید در موتر مانده باشم.
اینا مزود میرم میارمش برای چی میکنی بابا؟ چی یک دفعه اول نیست، دوم نیست، سوم نیست، هر دفعه تو از پیش من قلم میگیری گم میکنی. اول تو نمیشه که تو قلم نداری باز از من قرض بگیری؟ خود در پا پنج رپا میتا خوب برو خودت یک دانه برد بخر. او قلم هم چقدر خوشم داشتم و چقدر شرق رفتم رو خریدم، چو خوب رنگ میداد. حالا خیر از برات میارم یک قلم چیز میخرم برات. صبر کن، آخرین دفعه که از من قلم گرفتی چی کردی؟ اون پاری روز که از پیش من قلم گرفتی کجا موندی؟ گفتی اینا برات زود میارم، اینا زود میارم. کجا موندی؟ کجا یادت رفته؟ من چه من او گم شد. اینا من چه من تو اینا میانه پیش در قلم در دستت بود رفتی آمدی بی قلم. حال بخوان 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 کتاب تا بخوان سیوی کنیم. اول کتاب خود نمیشه بیقدون بیدون قلم خود نشانی کار داره نشته کار داره. اول ما چقدر قلم بخرم باز تو قرض گرفته بری گم کده بری. حالا یک قلم بود گم شد خود رفتم در مطاری. یعنی یک دانه قلم در نظر نمه. چرا نه میفهم چرا در نظر نمه برنسی که پیسیت نرفته. تو برازو پول ندادی، ما خود رفتیم پیسه دادیم خریدیم. چرا تو کارو میکنی؟ دیگه از پیش ما بچهش نبیه که کتابچه تا بطه، قلم بطه، ما چون که پنسل تا بطه، خطکش تا بطه، دیگه پیش ما نبیه. سلامت نبرای دیگه یک قلم بود میرم برات میخرم بیارم. خب برو بخر، مرد استی برو دانا قلم بخر. فردا دیگه. فردا نه اینم یالا بخی بخر. سبا بخیر. سبا بخیر. تو کارو میکنی؟ یک آدم روی داد، یک آدم نیکی کرد، اگه نزنه بیخ دست، خطا نکن. یقدر خدا قار قار نگی یک قلم از میارم برای دیگه. خب ما بگیرم قلم تا گم کنم بستو همون تو میگی مرا. خب تو همینم تو سر ما قار میشی. نه ما سرت بزور میخرمش پس. خب ما اینو سرت بزور میخرم بخسر برای ما قلم بخر. یک دانه نیک یک درجن میخری. او قلم های سابق رام که از ما گم کدی کجا پس جبران میکنی بخمش بخی دیگه. برای دیگه کتاب تا بخوان. برای پیسه بده. کتاب تا بخوان دوره. همه که وقتی از من قلم گرفتی گم کدی ما را پیسه شکر شد. برای بخوان کتاب تا. حالا کجا میری؟ کتاب تا بخوان. کجا میری؟ کتاب تا بخوان. حالا خیلی من قلم چی تو کنم؟ کتاب تا بخوان نه کتاب تا یک قلم چی؟ میری دوکان بر ما قلم میخری. هر چیز آدم قرض میگیره یه قلم کس قرض نمیگیره. پایین پا میتو برو بعد بخوا بچه. همه خرم حالا که بخرم. صبر کن. خب. همکاران شرکت. خوب که اینجا آمده دیگه کلی مسائل و وسایل تیار است. بله کار خود شروع کنیم. سمت است، جغل است، وسایل است، همه چیز است. چرا امروز دیگه است؟ صبح فردا بخیر شروع میکنیم فردا. مهون صاحب ببخشید یه دقیقه باشین. مهون صاحب ولی چرا کاری امروز برای فردا بکنیم؟ مدیر صاحب فردا شروع میکنیم. ببخشید رئیس صاحب، مهون صاحب همیش میگه که فردا، باز فردا رو انتخاب میکنه که فردا، بازی فردا، بازی فردا. من نمیفهمم این فردا کدام فردا است. باز میگن مدیر صاحب هر دفعه که پیش شما اومدیم چی وقت کارا شروع کنیم؟ اینا فردا، اینا فردا، اینا فردا. ما چون کو فردا چی وقت میرسه؟ گفته خود رئیس صاحب جغل تیار، سمت تیار، بلوچستان تیار، کارگر تیار. اینا ما آماده هستیم به کار. مگه هیچ ما رو اجازه نمیدید؟ چرا؟ چی دلیل؟ سایکو بیادره یم امروز شاید با مزه نباشه، فردا شاید یک روز با مزه تر باشه. تو نمیکنی اگر با میکنی. اگر فرداش با مزه نبود دیگه فرداش با مزه. میدونی کار است، مسئولیت مسئولیت است. چرا کار امروز برای فردا بونیم؟ همه چیز آماده است. امی با اون صاحب میگه کار مزه دار. حالا بیادر همین بازی کار هر وقت که بخوای میگه هر وقت مایی رزه و بگیری تازه است. اما این آدم فقط کار به فردا میگذاره، به فردا میگذاره، به فردا میگذاره. این فردا چه وقت است؟ مدیر صاحب حالا ما هم کارگر هستیم، کار کردن خود امروز صبح نداره. هر وقت باشه ما کار خودم میکنیم. بیادر یکی خلاصه پلانی که ما کردیم فرداست. ما فردا کار ما شروع میکنم. دلتان خوش هستن یا خفه؟ ما رفتم. رئیس چه قسم است؟ ببینیم بیادر، ما رئیس امی شرکت هستم اما خفه نشید رئیس دانو خود نیستم. وقتی که رئیس شرکت باشی و رئیس دانو خود نباشی ایجه بسیار جنجال ایجاد میشه. خیلی ما با کی شکایت کنیم؟ با کی بگویم؟ چای میخوری برتم؟ چای میخوریم؟ یک ماش چای خورده رفتم. کار چی وقت شروع میکنیم؟ ماش سکی چی میگونم بتانم؟ امی هفته مکمله امی مامان کار داشت، امروز هم عروسی داره. خیلی است. اینه تو بگویه، اینه تو بگویه که من اینه تو یک مشکل دارم. خیلی است بگویم. نه خاله مارسی زیره با مارسی ما کار خدا میکنه. بین یک کار مردانه میکنیم. چی کنیم؟ یک کار جانانه میگیریم. یک تصویر جانانه نانه میگیریم که با دیگر آب مثال باشه. درست است؟ نه نگوین. نه نمیگیم. کار امروز میمونیم برای فردا. و فرداهای دیگه. فردا کدام روز است؟ بره دیگه گپ حالش با شما رو گفتم دیگه چیز نگوین دیگه. مرد سری گپ خود استاد داد گفت که چیزی نمیگه. همو فردا. مونده برای فردا باقی. بس. بس. همو فردا. خلاص.
الو سلام گراسی زروا با اخباری ساعت خوش آمدین. کتگی ما را تانگ بردن میتانه، ادب ما را بلدوزر. وقتی که شار میریم گاهی ده ایجه میشینیم، گاهی ده اوجه میشینیم، گاهی ده ایجه میشینیم، گاهی ده بینه شار. دوستای عزیز انشالله که خوب باشین، صحت باشین، سلامت باشین. در اخباری این ساعت یک میمان فوق العاده و تقریبا عجیب کده خود داریم که با کارهایی که کرده، با کاری که انجام داده، این آدم چی شده؟ خاص. جنابشان یکی از کسایی هستند که مثلا وقتی که شار میرن رفی گپای تکنیکی خود اونمت یک گپ دارن دیگه. خودتان در گپ رسیدین، این طرف ببینین، طرف ما ببینین. سلام علیکم. و علیکم السلام. بسیار عالی معلوم میشین واقعا. سلام به شما و به بیندایتانم. وقتی که شما را امی گلدانای شهر میبینه، براتان از نزاکتتان، از ادب، منظوری من گلدانای گلبنج شهر است، نه به خاطر زیبایی شهر که میبینن، براتان از ادب و نزاکتتان براتان سلام می، از خبر هستین؟ نکو دیگه بیا بیا نکو دیگه کم خیر حال. خب حال چی بگویم دیگه، از آدم یک اتفاقات عجیب غریب مفته دیگه، یک تصمیمات عجیب غریب میگیرن. حال دیگه خو کس نبود، ما بودم سرک بود حاجت تخنیکی. یعنی یک از تصمیمای شماست، این طرف سکو ایسی 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 این طرف سکو سکو چی بگم تا نکو دیگه. حالا خو تنها تو نیستی، اگر تنها تو باشی که بیادر کلگی بار ملامتگی و خجالتگی در سر تو بفته، روی تو دارو میتی، فهمیدی؟ حالا خب تو گفته رای از شار نمیشاریم، از ما میشاریمی؟ از یک شاری کلان نمیشاریم، از ما میشاریمی؟ دیگه رفت مجد هر جای قصه کدم دیدم که این همون شار قطی ملاج کده بود، این پرنده ها طرف رو میدید خنده میکد. اتو پرنده ها سر شما خنده میکد؟ از خاطر ای جای نیافتم، ای جای نیافتم. جای هست؟ چرا نیست؟ تشنبای شهری هست؟ از خب بازی نست دیگه، بازی نست کاغذ تشتاب هم که داشته باشی در فمیره. اینی گپتان کاملا دقیق است. بسیار مشکل است که مثلا نه گردایت پر باشه و جیبت خالی پیسه نداشته باشی. و مجبور میشی که به یک کار خشن دیگه، دست به یک کار تقریبا بیادبی. مثال از شما نکنه که زیاد بیام، نکنه که منظوری بازی نیست که شما بیادب هستین، یعنی تقریبا بیادبی، تقریبا بیمساکتی. خب یعنی بار مجبوریت اینقدر فشار زیاد که سر شانایتان شیش شما بشید دیگه. نموجه من رفتم شیشتم دور لوهم زدگی بود که اینجا جای پاک از جای نظافت هست، نزاکت مراعات کنن. خب مجبوریت بود دیگه، مجبوریت بود، گرداب پر بود، مجبوریت بود، شرایط شهرنشینی رو مراعات بکنن. خب مجبوری بد چیز است دیگه، مجبور بودین. مجبور بودم یک بوتر از زینیش، خلاصه از زینیش نداشتین. نه خب پیسه نبود دیگه، پیسه نبود، تو زیاد بیاب قدر رو استفاده کن. آب حالتون. خب با امید از اینکه در کنار تشنابایی که پول میگیرن از این نداره، یک چند تشنابی بی پیسه هم جور شد برای کسایی که پول ندارن. از حضور شما در اینجا تنکیو. برای کجا میری؟ خب برو زود برو که مسئولیت سر ما بیاد. دوستای عزیز تنکیو، وری گود، اوصلتان عالی بود. گود نایت.